چطوری خشم و غضب خداوند رو چه سرد بکنیم؟ گوش بدید، یه روزی 10 نفر از مهاجرین در حضور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نشسته بودن. از جمله این مهاجرین عبدالله پسر عمر بود رضی الله عنهما. گفت ای عبدالله، من میخوام یه چیزی بهت بگم و به شما مهاجرین خوب گوش بده و سعی بکنید که از جمله این 5 نفر نباشید و سعی بکنید که در قومی که این 5 کار رو انجام میدن شما نباشید. هنگامی که امت من 5 چیز رو انجام دادن، 5 کار رو انجام دادن، منتظر 5 کار و 5 چیز از طرف خداوند عز و جل باشن. یک، با تو گوشت باشه این تهدید ها، این تهدید و بیم و تهدیده و هشداره. یک، هنگامی که امت من در آخر الزمان عمل فاحشه رو بی شرم و حیا و بی پروا انجام دادن و بینشون شیوع پیدا کرده و زمینه برای فساد و فاحشه و مسائل جنسی و تحریک شهوت زمینه رو فراهم کردن در عروسی ها و در مجالس، خداوند عز و جل بر اونها یا در اونها مرگ و میر زیاد میکنه و بر اونها تا اون میفرسته که بیماری ها و دردهایی میفرسته که در گذشتگانشان اسمش حتی نمیفهمیدن. عزیزان من، امروز نتیجه این فحشایی که خانمانسوز شده، نتیجه این زمینه های فساد و فحشایی که حقیقتا دشمنان اسلام دارن نقشه میکشن که امت اسلام را بکشونن به فاحشه و کارهای زشت و مسائل جنسی نامشروع، دارین میبینیم عزیزان من، به جاهایی رخنه کرده که آدم باورش نمیشه، به خانواده هایی رخنه کرده که آدم باورش نمیشه. دشمنان اسلام، امپریالیسم، صهیونیسم، اسرائیل، انگلیس، استعمار جدید تا چه اندازه موفق شده عزیزان من؟ این مراسم زمین سازی برای فساد و فحشاست؟ کجاست خواهرها؟ من که دارم چیزی نمیبینم جز برادرها. خواهرها پشت بوم تو خونه نشستن، بلندگو بالاشون نصبه، دارم میشنوم. اشکال نداشت خواهر اون گوشی مینشستن، مراسم میدن صحبت خدا و اونجا چراغ نبود، نور این طرف، اشکالی نداشت. با آرایش نیامدن، روی اطراف کلون به مشام نمیرسه، زنی نیست که اینجا برقصه، دختری نیست که مکشوف باشه، پس زمینه برای فساد نیست. عزیزان من، امروز امر فاحشه خیلی آسان شده. خیلی از پدرها و برادرها و پسرها و همسرها بی تفاوت شدن در مقابل ناموس شد. دختر هر ساعتی که به خانه میاد، زن با هر آرایشی که میره بیرون اشکال نداره، با چادر میره، بدون چادر میره، با لباس نازک آستین کوتاه اشکال نداره، کفشش چقدر باشنش بلنده کوتاه اشکال نداره، با آتکلون داره میره، بدون آتکلون داره میره، چطوری میره اشکال نداره، با کی دوسته. ما خیلی مشکل داریم، امروز جوامع بشری مشکل داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودن خطرناکترین فتنه که بعد از خودم بر امتم میترسم فتنه زن هاست. علما بیدار باشید، مردم بیدار باشند، همسرا بیدار باشند. تو که مردی، تنها غرش دادن، تنها صداتو خشن کردن، تنها داد زدن، تنها سبیلتو کلوف کردن، اینها علامت مردانگی نیست. باید ناموستو کنترل بکنی تا زمینه برای فاحشه نباشه. در حدیثی وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر زنی با عطر آتلون از خونه بره بیرون، تو کوچه، تو بازار، محل کار، هر جایی میخواد بره، تا زمانی که به خونه برنگشته، هی از زانیه. اذا خرجت المرأه متعطره فهي زانيه زانيه زانيه. اگر زنی با اطراف کلون رفت بیرون، تا برنگشت زنا میکنه، چون که حب زنا کردن در جل جوان رو تحریک میکنه و شهوت رو درش زنده میکنه. پس مثل این که خودش داره زنا میکنه، این مردش کجاست؟ این بابای این زن کجاست؟ برادرش کجاست؟ پسرش کجاست؟ غیرت و مردانگی کجا رفته؟ امت اسلام، ای مسلمین، ای کسانی که غیرت داری، ای کسانی که آبرو و ناموستون رو دوست داری، ای کسانی که ایمان داری و از خدا میترسی، تنها کافی نیست که خودت نماز بخونی، باید زنتو ناموستم کنترل بکنی.